سلام آقا، مرسی که من اینجا، مرسی که تو اونجایی. من آقا مؤدبم، فقط جلو دوربین ذره مؤدبم، ردیفه. ببین من اسمم فرشیده، خب بعد به فری زیاد میگفتن تو زندگیم. بعد اینکه خیلی پیچیده است بگم، پلی بوی کاری موزیک داره، خب اسمش فریه، FETTI، نه اون فری. خب بعد توش میگه فریان فریان فری، اینجوری میگه. خب یعنی قشنگ رایمش انگار میگه فریانگ فریانگ فری، میدونی؟ و این تو ذهن من مونده بود، دنبال یه اسمی بودم که اسپم نباشه موقع سرچ. خب مثلا تو الان بزنی یانگ، من اگه میذاشم یانگ فری، تو یه یانگ بزنی گم میشی تو اسپاتیفای، اپل موزیک، ساوندکلاود، هر جا بزنی گم میشی دیگه. من اومدم برعکسش کردم، فری یانگ، فری جوان دیگه، یانگش که دیگه مشخصه دیگه. یانگ تاگ هم دوست داشتم، اینا هیچ کدوم بی تاثیر نیست. یانگ هم توی اون ارایی که من گوش میدادم زیاد بود دیگه. منشن کو اسمت فریدون نیست. آه فریدون، فریدون نیستم. آره حاجی 100% کسی به اسم فریدون رپ نمی کنه این شاخ تو زندگیش اصلا. 23، من متولد اردیبهشت 80، کلن سن بلو آپ رفته بالا. یه زمانی کوروش فنتونز تو 18 سالگی میترکید، یعنی اون ارا، میدونی چی میگم؟ الان من کم میبینم کم سن، مثلا آشنا و اینجور چیزا فقط هستن. رپ فارسی که خیلی عقبه، یعنی یه 5 سالی هول میخواد، واقعا یه 5 سال باید بره جلو حداقل. خیلی سوال جنجالی و سختی پرسیدی. تاپ 5 ندارم، ولی دورچی و من خیلی قبول دارم. در کل دورچی و من قبول دارم، یعنی یه کسیه که قشنگ میفهمم داره چی کار میکنه، جدید داره میزنه، خوشحالم میکنه ترکاش. در واقع یعنی یارو یه جوری میخونه که تو روی بیت سادم مندازی کاراش میشه. ملودی که دورچی داره میزنه رو داداش من خیلی قبول دارم. تو ایران لیریک خیلی ملاکه، در صورتی که لیریک مرده. آقا اصلا چرا دنبال هدفی توی یه موزیک؟ موزیک نباید توش پیامد خاصی باشه، برو کتاب بخون اگه دنبال یاد گرفتنی، یا برو فیلم ببین. موزیک واسه اینه که حالت خوب شه، از ریالیتی جدا شی، حالا به هر سبکی دیگه. میدونی چی میگم؟ من نمیفهمم چرا انقدر تو ایران دنبال مفهومن، دنبال اینن که یارو شاعر باشه. خب نمیتونه همه سایدا رو یکی داشته باشه که یارو داره ملودی که داره میسازه مغز دورچی مثلا برای مثال قویه، یا مثلا کوروش فنتونز هم دادش جز کساییه که خیلی من قبول دارم، یعنی بین اوجیا به غیر از این که باش کانکتم واقعا قبولش داشتم. باز میگم خیلی دنبال پانچن. الان مثلا من مثال نمیزنم، ولی موزیکای جدیدی که داره ریلیز میشه تو رپ فارسی، مثلا بومبپ و اینجور سبکا، لیریکال محور خار و مادره، یعنی قشنگ قید همه چی زده شده که 4 تا 5 توش باشه. من اینجوری نیستم، میدونی؟ من دوست دارم نسبت به یه فلو خیلی کچی تکسم رو بنویسم، خب و شاید نتونم اون همه پیامد رو توی اون فلو کوتاه ترپی جا کنم، میدونی چی میگم؟ مثلا موزیک پاندا رو گوش دادی، میگه بلک ایکس ایکس فانتوم وایت ایکس ایکس لوکس لک ا پاندا، یعنی بدون لهجه من گفتم فانتوم و پاندا هیچ جوری با هم نمیخورن، ولی اون سری میگه بلکیس فن نه در واقع گول میزنه مغز تو یارو با اون فلوه، یه جوریه که وزنش چون یکی میشه یه فکر میکنی که چفته. خب اینو میتونم شاید بد بدم، خب 100% ویرد مهدیه واسه من، همونطور که معلومه. کسایی که باشون کار کردم و ببین کلن قبول دارم، ایری ایت نویز خوبه، من الان اینا رو ریتم نمیگم و روی چیز نمیگم، تاپ 5 نمیگم، فقط دارم بهت میگم اسامیو که تیانول، پروت بای سروش، این دوتا کسایی هن که کمتر شاید شنیده شده باشن، ولی خب سوپر ترپ و اسپید ترپ های خیلی خفنی میزنم و موقعی که مد نبود میزدم. مندسن رو دوست دارم خیلی زیادم. بچه ببین پرودوسرهای ایرانی خیلی حاجی مظلومن. من خودم پرودوسر بودم اولیه، من 15 سالگی اصلا بیت زدم، اول بیت زدم، بعد رفتم میکس رو یاد گرفتم، بعد شروع کردم خوندن، یعنی میخواستم یه جوری باشه که درست بیاد بالا قضیه. و اینکه کار بچه های ایران تو پروداکشن خیلی درسته، یعنی اکثرشون واقعا خوب میزنن، ولی رپرامون 100% چند لول پایین ترن از پرودوسرامون، این یه چیز فکته.
این که سمپلینگ نیست، سمپلینگ یعنی این که در واقع آخه چند نوع سمپلینگ داریم. یه دونه هست، یکی یه لوپ زده، یه ملودی لوپ زده، تو اونو ور میداری به عنوان سمپل استفاده میکنی. خب اون که هیچی، یه سمپلینگ داریم چه بدونم، ور میداری یه موزیک قدیمی خودت ازش سمپل درست میکنی یا چه بدونم اینجوری. خب ببین الان اون دوره‌ای که ببین مثلا زد بازی میومد کندی شاپو میزد هیچکی نمیفهمید گذشته داداش. خب اون موقع اینترنت نبود میتونستی توش کنی، الان یارو گوش داده آلردی اصلا اون چیزی که تو میخوای ازش اسکی بری. بعدم یه چیزی وقتی اورجینالش هست تو چرا باید بریم نسخه کوچرشو بسازی اصلا؟ چه پوینتی داره این کار؟ بهترش هست دیگه، یارو میره همونو گوش میکنه دیگه، خودش ضرر میکنه کسی که این کارو بکنه. در کل کسی هم نداریم که تو مارکت این کارو بکنه و خیلی ریسپکت داشته باشه به نظر من. فیوچر اولی بیشک توی ملوا دانتالیور رو خیلی دوست دارم، چون جدیدن هم این آلبوم آخرش خیلی حال کردم. نه و خیلی هستم من جز آرتیستاییه که شاید ایرانی ها کمتر بشناسن. بیشتر ملودیک رپ دوست دارم دیگه، جدید ها رو دنبال میکنم. مثلا این یه سفید پوسته است جدیدن خیلی گوشش میکنم، گلو میخونه. آپکامینگ ها رو بیشتر گوش میدم اینجوری بهت بگم. مثلا ریچ امیری هم هست جز کسایی که حال میکنم جدید ها. در واقع رفیق که بودیم خیلی هم صمیمی بودیم، ولی یه جایی به بعد یه ذره دیسکانک شدیم، ندیدیم یه مدت هم و همینجوری خبری از هم نداشتیم. من یهو دیدم که دیسترک اومده و اینکه فکر کرده بودن در واقع که من دیس دادم، در صورتی که نه من با اونا نبودم، ولی اونا دیسو دادن، منم همونجایی که نمیتونستم چیزی نگم دیگه گفتم. همین داستان پیچیده ای نداره. من توی بد هابیت گفتم نمیخوام برم پادکست یوتیوب، بعد اینا از شانس داشتن اون تایم یوتیوب خیلی فعالیت میکردن، در صورتی که من فالو هم نداشتم نمیدیدم، بر همین فکر کرده بودن که من با اونام، در صورتی که اینطوری نبود. چون که من دوست دارم کار با کوالیتی بیاد بالا، کارنامه کسوشر بدتر از این که بخوای دیر به دیر ترک بدی، دیر به دیر ترک بدی خیلی بهتره، حداقل کارنامت رزومت خراب نمیشه. من اعتقادم به اینه که یه ترک بخواد به ترکه میترکه، شیر میشه، دست به دست میشه. فیوریت های خودم هیرو منیمنه، اونا بیشتر سلیقه‌مه، میدونی چی میگم؟ خودم روزمره لاو گوش نمیدم، مثلا موزیک ملو گوش نمیدم، روزمره مثلا هم گنگ منگ بیشتر گوش میدم، میدونی چی میگم؟ سلیقه خودم اونه، یعنی اگه به خودم باشه اونجوری ریلیز میکنم مثل اونا. کوتک هم قرار بودش که با تراویس اسکات فیت بده، من از همون اول به دور و بریام و هر کی بود میگفتم که آقا این خیلی خنده داره این موضوع. خب چون که تراویس اسکات رو من تا حالا ندیدم توی پروفایلش یه دونه فیت بیاد با یه آدم اینترنشنال، میدونی چی میگم؟ با یه آدم رندوم مثل پوتک پت اون زیر 500K نمیگرفت، یعنی اصلا اون خبر از بیخ اشتباه بود. اگه یه ذره از مارکت یکی میدونست چه خبره میفهمید که اون کپی بیش نه. که از اون طرفم رپ فارسی اصلا قدرتشو نداره جهانیشه، دوتا لفظ انگلیسی نداره کسی. من نظرم اینه که ببین از بیخ بخوام بهت بگم، من از همون اول رپ آمریکا رو دنبال کردم. خب رپ فارسی هم گوش میدادم و ولی رپ آمریکا رو دنبال میکردم، یعنی فن دو آتیشه بودم از بچگی. مثلا اون موقعی که اینترنت نبودم میرفتم مثلا سی دی فروشی میگفتم امینم بریز، 50 سنت بریز، مثلا 10 12 سالم اونجوری که میشد گیر میآوردم کارو بالاخره. خب این باعث شده که من کلا مغزم با اونا گرو کنه دیگه آجی، کلا من مارکت اونورا داشتم گوش میدادم. یه جورایی این که الان لفظشون هست روم ناخودآگاهه و اگه بخوام عوضش کنم خیلی‌ها بهم گفتن اینو، اگه بخوام عوضش کنم دیگه اون فریانگی که تو ذهنمه نمیشه. و اینکه من یه چیزی بگم، اگه کسی نمیفهمه من چی میگم بره کلاس زبان. من نمیگم گگگوگو که تو نفهمی چاقا، نه یعنی چیز داداش، من دارم یه چیزی میگم که تو اگه نمیفهمی مشکل توه 100%، مشکل من نیست که زبان بین المللی جهانو بلد نیستی، من کاری ندارم دیگه. واقعا فکر نکنم مشکل از من باشه، من دارم فقط یه چیز اضافه میکنم به رپ فارسی، همون حرفی که گفتی زده فلانی لفظ انگلیسی باید بیاد داشت نمیخوره. آخه نمیشه داداش من، یه سری لفظا رو
اگه بخوای فارسیش کنی کرینج میشه. آه مثلا چه؟ مثلا داداش من میگم دیپ تروت مثلا، خب من فارسیشو چجوری بگم دیپ تروتو؟ تو حلقی میزنم به دختره مثلا. ای بای بیا الان به دستبند میزنم. نهایی کنم این بحثو اینه که من سبکم اینجوریه، خیلی هستن که فارسی میخونن اونا هم میشه گوش داد، منم خدایی فارسی زیاد میخونم. اون یه تیکایی که انگلیسی ها رو بپذیرید از ما، چون که بهم خیلی میگن این موضوع رو، من اگه عوضش کنم خوب نمیشه، واقعا خوب نمیشه. آخه میدونی ما دو سه روز پیش همچین بحثی رو کامل داشت دقیقاً ادامه کریر فری، بعد من اینجوری بودم، من بهش گفتم که آخه اگه تو این کارو نکنی کس دیگه ای نیست، تو واقعا داری یه چیزی اضافه میکنی. اصلا نباید رپر، اصلا رپ ما نباید با 10 سال پیش رپر 10 سال پیشش فرقی بکنه، یه فرقی باید باشه دیگه. اصلا آرام گفتش انتقاده، ولی من میگم سیگنیچر توه. ببین بوده، انگلیسی زیاد بوده، انگلیسی که هیچکی نمیفهمه زد بازی خیلی زده قدیم، حتی در حد من واقعا یعنی زیاده انگلیسی، من خودم دو سوم حرفاشون نمیفهمیدم بچه بودم. ببین یه پوینتی که کلن هست اینه که احساس میکنم یه سری آدینس رپ فارسی هم دست کم میگیرن. مثلا من اولین بار که با موزیک فری هال کردم این بود که داشت اسلنگ های اونوریو میگفت. مثلا من اولین بار دیپ تروت رو واقعا حالا کار ندارم اینقدر داریم روی این کلمه دیپ میشیم، اولین بار از این دایی شنیدم و هیچ کس استفاده نکرده بود و این برام جذاب بود که یکی که فارسی میخونه رپر فارسیه این اسلنگ ها رو استفاده میکنه. تو یه چیزی هم در نظر بگیر، خیلی ایرانی داریم خارجم، من میفهمم این موضوع رو باید در نظر بگیر. نظرم که نام شعر میخونن، شعر خوندن مارکتینگ خاصی نمیخواد. ببین من پی او ویشو میفهمم که چرا این حرفو زد، ولی خب قبول ندارم که این حرفو علنی بزنی، همون بهش فکر کنی بهتره. مثلا نباید بزنی این حرفو، حرف کنسل کننده ایه، معمولا خیلی باهاش مخالفم، ولی من خودم پی او وی اون شخصی که اینو گفته رو میفهمم که چی بوده. منظورش اینه که کار خوب دیده نمیشه، یه جورایی منظورش اینه. ببین من دیسریسپکتفول نیستم اصلا، ولی این داستان نیستم که اونا فکر میکنن همه باید مثل خودشون باشن. خب نه اوکیه، تو مارکتینگ نداشته باش، کارت هم دلی پخش بده، هر کی هم که کسی که زیرزمینی آره میخونن رو میگی، هر کی هم بخواد با تو حال میکنه دیگه، ولی خب تو دیگه چی کار داری که ما داریم چی کار میکنیم؟ آره یزید، یه مشکل دیگه ای که دارم اینه که یه چیزی رو میگن بعد سعی میکنن خیلی عمیق جلوش بدن. نه داداش این چیزی که گفتم کیرم راسته، مثلا یارو میاد میشینه میگه خب این کیرم راسته یعنی این که من تو زندگی راه راست رو رفتم فلان اینا، راه چپ نمیرم فلان، میدونی چی میگم؟ از توی کوسچر گوز و شقیقه رفتم نشدم، گیرم همیشه راسته. پاپولوژیست بیشتر نزدیکتره به من، اینجوری بهت بگیم، به سلیقه‌ام. ولی خب پوری هم اخیراً گاییده، این ویدیویی که دیدم ازش عجیب غریب بود واقعا، یه ذره جلو افتاد به نظرم از سیپاپولوژیست، چون که خیلی ویدیو جهانی بود، کار نیوی کرد که نداشتیم تا حالا. آره حاجی قوی بود واقعا. ببین کلا یه ذره نزدیکن این دوتا با هم، جز افرادی هن که رقابت نزدیکی دارم به نظرم، بنز و بی ام و توره. بیفشونو من گوش ندادم درست حاجی، برای همین واقعا نمیدونم. من میگم تو اون اولیه، تو اون موج اولیهش پوری زد تته پتر رو داد، تو دومیه دوکی زد. آه اسمشونو بگی میفهمم. آره فکر کنم هیپاپولوژیست ترکای گوش دادنی تری داده بود، چون من اون موقع های هیپاپولوژیست رو میشنیدم باحال بود. هیپاپولوژیست کسی که آجی میدونی شمال ایران رو فلکس کرد تو رپ فارسی، گادپوری این کار رو نکرد، هیپاپولوژیست رو کاغان کردن اسمی. این خیلی چیز بزرگی ها، فرض کن تا الان پیروزی رپ فارسی تو تهران و مثلا پای تخت بوده، بعد کلن از یه شهر دیگه از یه ایالت دیگه بیان فلکس کنن اونجا رو، این واقعا ریسپکتفوله. هیچ کس فدایی داداش، یارو یک بوده یزید من، یعنی یارو هیچ کیو نداشته تو ایران که بگه آقا این شکلیه، یارو فقط آمریکا رو داشته میتونسته ازشون الهام بگیره. مثلا من رو هیچ کس هیت دارم، نه من این که میگم فدایی به خاطر اینکه منم بچه پیروزی هم اونم بچه پیروزیه،
اون موقع که به حسین دیس میداد ما پس کیربوزیه. آره ما میریختیم تو خیابون حاجی، بعدایی مثلا میگفت امشب دیسه میاد، همه میریختن جشن میگرفتن. آخه اصلا کسی که آوردتش یه از این من تو اولویته، تو کسی که اصلا تو اونو از هیچ کس میشناسی؟ ببین هیچ کس خیلی شخصیت لژندری از دیدمنده داشت، کلا هیچ کس رو من با هیچ کی مقایسه نمیکنم. موزیکشو الان گوش نمیدم چون حال نمیده خب، ولی یارو یک بوده. میگن تو همه چیز باید یا اولین باشی یا بهترین، این هم اولین. بذار لژند بودن هیچ کس رو اینجا ببندم که فدای کسیه که هنوزم همه میگن به هر کی دیسترک بده کریر یارو واقعا تموم میکنه، اما هیچ کس رو دیس کرد همه هیتفول شدن رو خودش پدرش. آخه اینقدر اسم دایی لژنده که خط روش نمیفته. بابا یارو خیلی نیم، بابا یارو اصلا دادش من موزیک کشیده بیرون من از آن. بعد حاجی با پوبون فیت کرد، من موتم یه روزی میتونیم فیت هیچ کس فرگانی با... هم داشته باشیم. با پوبون فیت کرده هیچ کس؟ بعد فلکس هیچ کس فرگان داشته باشیم و اگه میبینی سروش بیا کاراشو بکنیم. خیلی قشن فیت یکی از بهترین ها با اولینه هیچ کس و پوبان، چون پوبان رو من قبول دارم تو موزیک رو ساوند پرفکتی میده آجی، ولی توی پلتفرما مطمئنم که پوبان خیلی درنده تره داداش. من یه چیز یه انگیجمنتی که با دایی داشتم، ما واسه یکی از اپیزودهای پادکستمون توی یک ساعت با زیر زمین ایمیل زدم بهش دعوتش کنم، هیچ کانکتی باش نداشتم، میخواستم خودم مستقیم باش صحبت کنم که مثلا ریسپیک فول باشه. بعد من فینگلیش تایپ کرده بودم ایمیلو، دایی جوزه خیلی جوزه، خیلی روی موضوع جوزه، من قبلا دیده بودم گفتش فینگلیش نگاییدم بابا بچه کونی این کارا چیه. خیلی این بحث کسچریه واقعا، به کسچر ترین بحثی که میشه بپردازی اینه که چرا فینگلیش یا فارسی، اصلا چی کار داری بخون دیگه بابا، بخون مطلب رو بگیر رد چه بره موضوع. کسچر چرا میگی زد بازی؟ خیلی فرق دارم ما عروسو واقعا تو خیابونا میشنیدی آجی؟ یعنی یه هیت ترک دادن دیس ترک ندادن. کدوم؟ عروس که هیدن و ویلسون خونده بود. من اصلا گوش نمیدم آجی، ولی خب عروست میکنم برامون برسن. قبلناشونو که گوش دادم، از روی قبلن پرایمشونو گوش دادم، الان مهم نیست، اوجشونو من گوش دادم و زد بازی میزنم چون که ترکای خاطر انگیزتری حداقل میسازم. آجی من بچه بودم عرفان پایدار دقیقاً با یه دونه تنک تاپ سفید دم یه گرافیتی فارسی بود توی آمریکا نمیدونم چی بود، همون راه من عاشق کاسر راه بنانانم حاجی خیلی خفم بوده اون موقع، پشمام میریزه الان دارم فکر میکنم بهش. فلویه که الانم بزنی پاسخ میده بهت، ولی خب دارا پایدار بعد فلاف شد. یه تویستی هست کلن قضیه که فکر میکنن اگه الان میگی تیست من با موزیک این اوجیا فرق داره، انگار داری دیسریسپکتفول باشون رفتار میکنی، در صورتی که ما هممون میدونیم چقدر کارای خفنی کردن. اینا را رفتن که ما بتونیم بود داریم دیگه، به قول اونور میگنی همچه خود شریف دهقان لگسی بیشتری داره، یعنی دهقان خب فکر کنم کاگان هم دهقان رو قبول داره، میدونی چی میگم، به عنوان یه لژند ریسپکت بالایی داره دهقان دیگه داداش. خیلی بعد چون دهقان یه ذره هم به اون حقی که داشته به نظر من نرسیده، بیشتر میشه میلم به این که بگم دهقان. خیلی با دیتیل جواب میدی تو، واقعا کریر یارو صفت و صد میبینی، تیست تو صرفا نمیگی. من تیستم میگم، من میگم کاگان، تیستم کاگانه. آره خیلی این دورچی، ولی سیناتزا هم من هستم. من بهرام گوش میکردم نه سورن، اون تایمی که بین اینا گوش میکردم. آره تو هم همینی؟ بشمان نه من سورن ها دوست داری باس باسم نس کنی، نه تو فکر کردی یه بچه باس داری زن تو به ما نمیخوری دافیجی داداش بلم کن هارد بودم با آره تو به ما نمیخوری دافیجی هست خراب کردی یارو، یه بچه سوایی داشته تو. آره بابا ولی سورنام خیلی دیپه، من بیشتر ترجیح میدم اونی که هایپم میکنه، ولی سورنام خب حاجی شعرهای خیلی دیپی میگه. آره دقیقا من اینجوری همی که مثلا 200-300 سال دیگه او جدی 200-300 سال دیگه فرض کن همه ما نیستیم دیگه، بعد میخوان بیان یه سری شعرهای خفن دیگه. نمیان سراغ شعر متاسفانه چون اینترتینمنتش نه 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 تو یه محیط آکادمیک میخوان شعر یه شاعر خفنی رو بررسی کنن مثلا از نسل ما، مطمئنا میان شعرهای سورنا رو هاج این کارو باش میکنن.
آره چالش انگیز تره. چالش برانگیز دارم میگم تو یه محیط آکادمیکا. تو داشتین سوال خیلی واضحه، یعنی من مطمئنم تو اینو از یه بچه هم بپرسی بهت میگه کوری. نه اتفاقا بچه بپرسی چون یوتیوب رو بیشتر دنبال میکنه میگه پوتی. حاجی برای اینکه تخریب نشه میگه کوری. اینجوریه پوتک، یعنی اگه بری تو سایدش یه جورایی باید بپذیری که تو یه آدم گوفی هست. خیلی آدم زیادی داری تارگت قرار میدی با این جمله. دادش ما الان فازمون اونه دیگه، ما فازمون الان فاز همه است، داریم سعی میکنیم به کول باشیم، ما پوتک هایی دوستش نداریم، همه دقیقا همین. نه من ریسپکتی قائل نمیشم واسه پوتک، چون که یه سری قرار بود یکی از ویدیوهامون رو بذاره سیکشن 13 چیه خب، بعد یارو بهمون گفتش که ردیف رفتیم ویدیو رو گرفتیم فلان قد خرج شده اینور اونور، ویدیو رو گرفتیم بعد عمو میگه که نه نمیشه کنسله. یهو پوری خیلی حال داد به من حاجی، یعنی واقعا ریسپکت زیادی قائلم براش. قبل خواب که از آن ریپیت اومد، به خاطر کوروشه که توی آر جی تی وی داره پخش میشه و آر جی تی وی خیلی پلتفرم مهمیه و فکر کنم تنها ترکی که از آن ریپیت اومد و آر جی تی وی داره پخش میشه تو تلویزیون فامیلیا قبل خواب فریگانگ بشه. بعد یه چیزی که هست، من آر جی نیستم خودم خب، ولی آر جی تی وی رو شاید باشم، چون که به قول سجاد ورود میزنی دیگه تو خونه مردم دیگه داداش، یعنی دیگه در حد فامیلی دیده میشی، میدونی چی میگم، در حد این که مام بزرگ یارو ببینتت بشناستت. پیش رو آره چون پیشرو حاجی اون زمان خیلی خیابونی تر بود، بیشتر به فاز ماها میخورد به خاطر حالا محل زندگیمون و پوچت و این داستانا. من هیچ وقت نمیتونستم بیام ریلیت کنم با کسی که از شمرون داره میخونه، حاجی میدونی چی میگم؟ منم میگم خیلی حرفاشون نمیفهمیدم، ولی پیشرو بود که من رو ریسپکت بچگی خودم، کاراکتر بچگی خودم میگم پیشرو. اول سینگل دراپ میکنم چند تا با موزیک ویدیو، احتمال زیاد هر چی بدم این چند وقت موزیک ویدیو، و اینکه اکثرا هم هارد یه ذره میدونی چی میگم، هاردکور تر از حالتی که بودم چند استراحت آخر بود. آره میشه گفت قبل خواب تقریبا فعلا واسه ملوا کافیه، بعد این یه ذره هارد. آلبومم دراپ میشه ولی الان نه، چون که حس میکنم الان شنیده نمیشه، یه تایمی منتظرم دراپش کنم که مطمئنم به اندازه کافی میرسه به گوش مردم. ولی بعد آلبوم کستخاریه الان ترکلیست ترپه دیگه، خیلی ترپ، اینقدری که اگه یکی بیاد پیشمون میتونیم براش پلی بریم، میتونی واسه خارجی بذاری، میتونی واسه خارجی بذاری، اینجوریه دیگه، بگی آقا بیا اینو گوش کنین هموطن ما. یه ترک خوب بود که می‌خواستیم ریلیزش کنیم واسه یه ماه پیش، انقدر تو این یه ماه خودمون گوشش دادیم الان دیگه نمیخوایم ریلیزش کنیم. آره یه چیزایی دارم. روف با یه ویدیو خوستخار قراره ریلیز بعدی باشه، اسم ترک آره روفو بذارم. اکسپکتون با سپرایت های تک بیس موب میشم وقتی میشه پاک بیم میخواد دره باشه دارم سای چک رپ فرسی شده واسه مور از فوت هجا میرم تیمم مامه دورک هم کلی پرکی. آره واجی فکت چکشو من میتونم برای اینکه خودش کونی نباشه از زبون خودش بگه من بگم. آره واقعا فکت این موزیک فکت افتخار نیست ولی آره فکت. بحث اصلا فلکس رو داک نیست، بحث اینه که موزیک ریال. نه چیزی که دارم میگم ریاله، من مدیکال دارم الان خب استفاده میکنم، یه تایمی که تراپ هاوس و این اون تایم مدیکال نبود اصلا، ولی الان مدیکال تحت نظر دکتره، تراپیست بهم میگه بخورم پر، ولی ردیفه. من که الان ورزشکاری بیش نیستم داداش. مرسی که دعوتمون کردی، خیلی سوبر لبات زیاد، مرسی از دعوتتون. منم که دمت گم، کلن این برنامه رو داشتیم، من از قدیم با خود حال میکردم و همیشه هم کردیت این قضیه رو دادم که تو اولین این داستان توی یوتیوب فارسی بودی، حالا دیگه مرسی از آقا فریدون بزرگ که وزیر رو
آقا عشقی، برو بریم دیگه.